نقش دولت، فکر میکنه دولت آیا به وظیفه خودش، به آنچه که در قانون در همین آیین‌نامه محیط زیست نوشته شده عمل میکنه؟ ببینید، ما داریم به طور عینه این رو میبینیم در 5 سال اخیر حداقل اخطارهای سازمان حفاظت از محیط زیست به نهادها و کارخانه های دولتی نادیده گرفته میشه، حتی دیگه این اخطارها در روزنامه های رسمی چاپ هم نمیشه. حتی در مورد قراردادهای نفتی من به شما عرض کنم که چند شرکت خارجی که در دوره حالا قبل از آقای احمدی نژاد به ایران آمده بودن و فعالیت میکردن، هر ساله مجبور بودن طبق قراردادهاشون مثل توتال، مثل ایمپکس و شرکت های دیگر، درصدی از مبلغی که قرارداد بستن رو خرج آموزش و حفاظت از محیط زیست ایران بکنن. اما با واگذار شدن این قراردادها به شرکت هایی که عموما بیشتر به سپاه وابسته است، حتی اینها هم به فراموشی سپرده شده. یک نکته که خیلی مهم هست که من میخوام این رو عرض کنم برای مردممون که بدونن، به عنوان چیزی که شاید حالا خودم اومدم اینجا در امریکا فهمیدم و واسم جالب بود، اینه که در ایالات متحده تا همین دهه 70 هیچ جنبشی که بخواد حفاظت از محیط زیست از امریکا بکنه وجود نداشت. تا دهه 70 که اینها با هم متصل شدن، جنبش‌های مختلف در شهرهای مختلف امریکا، و تونستن قوانینی رو از طریق نماینده‌هاشون در کنگره، در سنا و در مکان‌هایی که حالا به صورت عمومی همه میرن رأی میدن انتخاب کرده بودن، این قوانین رو جوری تصویب کنن که جلوی سوء استفاده‌های دولتی و غیر دولتی گرفته بشه. از جمله شما مثلا می‌بینید همین خودروسازان امریکایی تا دهه 60 حتی موظف نبودن که کمربند ایمنی وصل کنن رو ماشینشون، و بعد از دهه 60 به خاطر بیداری عمومی، به خاطر فشار عمومی از کشته شده های بسیاری که در تصادفات اتفاق می افتاد، یواش یواش اجماع جامعه امریکا به این سمت رفت که حفاظت از محیط زیست مهم. از زمان جنگ داخلی امریکا تا بعد از جنگ جهانی دوم تا همون دهه 60، ایالات متحده 70% از جنگل های خودش از دست داده. یعنی شما میبینید در طول 100 سال تازه امریکا یه چیزی حدود 5-6 برابر خاک ایران هست. میبینید چه خرابی رو به وجود آوردن. ولی این بیداری پس از اون از متن جامعه شکل گرفته. در ایران شاید نشه مقایسه کرد جامعه آمریکا رو با جامعه ایران، وضعیت فرق داره. در ایران فکر میکنید چه، یعنی این شرایطی که شما میگید، این بیداری جامعه چجوری ایجاد میشه؟ امکان پذیر هست از چه طریقی با توجه به وضعیت فعلی؟ من یک سری عکسایی هست که در سال از یک سال گذشته که حالا ما این برنامه رو داشتیم در مورد مجلس پوشش میدادیم، این عکس‌ها رو شهروندان برای ما فرستادن. من خواهش میکنم از اتاق فرمان که اون عکسایی که مربوط به آلودگی آب و هوا هست، حالا اگر آلودگی هوا رو نشون بدن در این تلویزیون پشت سر ما. ببینید، بیداری عمومی در این زمینه وجود نداره. یعنی حالا شما میتونید به هر دلیلی این رو بخوای توجیهش بکنید، اما آرام آرام داره به یک سطحی میرسه که این بیداری به وجود بیاد. با خانم جمشیدی چند روز پیش صحبت کرده بودین، این واقعیت رو ایشون به شما گفتن. شاید تعداد آدم هایی که خبرنگارانی که دارن مسائل محیط زیستی رو در ایران پوشش میدن به تعداد انگشتای دو دست هم نرسه، یعنی اینقدر کم باشه. اما تأثیری که روی مردم میذاره این آلودگی های محیط زیست بسیار فراتر از اون چیزی که ما به اینه میبینیم هست. تأثیر بسیار زیاد آلودگی های محیط زیست که شما و بقیه کارشناسان ما در شبهای گذشته در برنامه روی خط به اون اشاره کردند، چرا، واقعا چرا در جامعه ایران به این موضوع اهمیت داده نمیشه؟ آیا موضوعات مهمتری هست؟ مردم فکر میکنی به چه دلیل متوجه یا محیط زیست از اون چیزایی که خیلی سخت بشه علی سیاسیش کرد، و ما یک سیاست زدگی مفرط داریم در اون کشور. شما اگر حالا بخواید به خورد نگاه کنید به تمام این مسائل، میبینید که اتفاقا آلودگی مثلا در خود تهران، آلودگی هوا اون روزهایی که وجود نداره واقعا کیفیت زندگی رو شما در اون شهر میبینید تغییر میکنه. این چیزی نیست که من بتونم با گزارش های بین المللی به شما ثابت کنم، به نوعی بتونم برم و خبرش رو بیارم و بگم به نقل از فلانجا و فلانجا اینجوری میشه. این چیزی که به عینه شما میبینید از خبرنگاران خارجی که من سالها باشون کار کردم و در به ایران میومدم بالای 10 سال، همیشه وقتی میپرسیدم که اولین چیزی که در مورد تهران به نظرتون میرسید چیست، میگفتن این بوی بدی که تا وارد میشیم توی فرودگاه اصلا حس میکنیم این بوی بد هوا، و اینها رو همه چیز شما تاثیر میگذاره. منتها به نظر من تو این چند وقته حداقل ما گزارش هایی رو داریم مبنی بر اینکه آگاهی و اطلاع رسانی در این زمینه بسیار کمتر شده. از جمله در روز 7 آذر آلاینده بنزن در هوای تهران به 20 برابر استاندارد خودش رسیده بود، اما تنها یک خبر
اونم خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا در این زمینه منتشر کرد در دو سطر. و صدا و سیما حتی اون هشدارهایی که همیشه به خردسالان و بزرگسالان میداد که یک منطقه خاصی تردد نکنن، از اون هم کوتاهی کرده و دریغ کرد. اقامات ایران هیچ اهمیتی نداره، چون آقای احمدی نژاد رو دیدیم که در کوپنهاگ اومدن و تمام تقصیر رو انداختن به کشورهای صنعتی و کاپیتالیسم و بعد هم گفتن که ایران تمام موازین حقوق بشری و محیط زیستی رو داره اجرا میکنه، بنابراین اصلا واسهشون مهم نیست. ما هدفمون در این برنامه بخوام ببینیم چیست برای مردممون، حداقل مرشنتر بشه. ما اگه بتونیم ببینید 22000 نفر پارسال فقط در سال 2008 در ایران بر اثر بیماری های ناشی از تنفس هوای آلوده از بین رفتن، اگر ما بتونیم این بیداری رو فقط از طریق همین برنامه های تلویزیونی و از طریق همین رسانه های جمعی برای شما بیننده عزیز جوری ایجاد کنیم که یک روز اون ماشینتون رو بذارید کنار و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید یا اصلا برید زجر بکشید تو خیابون همش پیاده راه برید، ولی این هوای آلوده رو کمتر آلوده کنید که اون 22000 نفر یک نفرشون کم بشین، خودش موفقیت آمیز هست. جنبش های مردمی فقط بُعد سیاسی نداره. آقای جوامدی بذارید اینو تکرار کنیم. جنبش اجتماعی به تمام ابعاد زندگی نگاه میکنه و توسعه پایدار یکی از مهمترین مسائلی است که الان دنیا باهاش درگیر هست. خب مدیریت صدای آمریکا البته توجه بسیار ویژه‌ای به مسائل محیط زیستی دارن. 100% اگه مدیریت توجه نداشتن ما هم الان شاید این برنامه را اجرا نمی‌کردیم و داشتیم دنبال داستان‌های دیگری می‌دویدیم. و قاسم هم از قائم شهر شاید همون در مورد نارسایی دولت صحبت کردن، جنگلا رو از بین میبرند، آلاینده ها رو جلوگیری نمی‌کنن که وارد رودخانه بشه. خیلی ناراحت بودن، می‌خواستن بدونن که به کجا باید برن. ببینید عزیزم، ما همیشه از خودمون باید شروع کنیم. اصولا اینی که شما می‌فرمایید در مورد مسائل مختلف زیست محیطی، من در جاهای مختلف دارم میشم، الان یک سال و نیمه مردم عکس میفرستند، دوستانی بودن که زحمت کشیدن رفتن دوربین حرفه‌ای بردن قسمت‌های مختلف مملکت، رفتن وسط جنگل فقط برای اینکه کوه زباله رو به ما نشون بدن. اگر اون تصاویر اتاق فرمان که مربوط به آلودگی آب هست نشون بدن، همون تصاویری که آقای محمد فرمودن کارشناس محیط زیست، ما عکسش رو داریم که داره نشون میده که شهرداری داره آشغال خالی میکنه به وسط دریای خزر. ما همیشه باید از خودمون شروع کنیم. یک سری وبسایت هایی هست که اگه برنامه رو دیده بودید، فکر میکنه یعنی اگه مردم خودشون رفتاری داشته باشن در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست کافی هست. ببینید شما دولت نمیتونه مانع بشه در مقابل این مسئله. شما این تصاویر رو نگاه کنید، ببینید شستن اتومبیل در رودخانه به راحتی میتونه اتفاق نیفته. ببینید این آشغال ها وسط دریای خزر، یعنی اینا چیزی نیست که شما فقط بخواید دیگه شما نمیدونید حکومت رو سرزنش کنید یا مردم رو، اما یک چیزی مشخصه، این همون تصویری است که من خدمتتون عرض می‌کردم که لطف کردن بیننده های ما واسمون عکس ها رو گرفتن و فرستادن. ما اگه از خودمون شروع کنیم یک یک هر کدوم از اون شهروندان، این مثل این میمونه که یک ضرب المثلی دارن امریکایی‌ها میگن، مثل این میمونه که شما گلوله به پای خودتون بزنید. هوایی که تنفس میکنیم، هم آقای خامنه اینجا تنفس میکنن ازش، هم آقای احمدی نژاد، هم همه مردم دیگه، اگر ما بخوایم هوا رو بیشتر آلوده کنیم اول به خودمون ضرر زدیم، همونجوری که بیننده های دیگرمون هم به این قضیه اشاره کردند. وضعیت محیط زیست ایران فاجعه بار هست در بهترین توصیفی که ما بخوایم بکنیم، یعنی خیلی ساده بخوایم این قضیه رو بهش نگاه کنیم، سالها طول خواهد کشید که چی محیط زیست اون قسمت هایی که ما از دست دادیم برگرده. یکی از مثال هایی که من میتونم خدمتتون بزنم که قبل از اینکه اتفاقا بیایم با شما داشتیم با سردبیری صدای آمریکا صحبت میکنیم راجبش، رودخانه زاینده رود اصلا محو شد. و این رودخانه بود که آقای سجادی میگفتن ما 40 سال پیش مثلا حالا موقعی که بچه‌ای بودیم اونجا آب منو میبرد، اگه میافتادم توش مثلا گرداب همونجوری داشتن توضیح میدادن که چقدر این رودخانه پرزور بود. عکسایی هست که همشهری و فارس منتشر کردن خشک، یعنی کاملا اون رودخانه از بین رفت. نه تنها رودخانه زاینده رود، چند تا رودخانه دیگرمون هم از دست دادیم. طرحهایی که میگویند در مورد طرحهای عمرانی که داره در مناطق مختلف اجرا میشه، همین بس که من به دو نکتهش اشاره کنم که ماشین در واقع امضا شده سازمان حفاظت محیط زیست، یک طرح یک جاده است که در طالاب انزلی الان فعلا هنوز در حد بررسی است ولی دارد اجرایی میشود که اگه اجرایی بشه 3 میلیون متر مربع از طالاب انزلی خشک خواهد شد و پیامدهای بعدیش هم بسیار اصلا غیر قابل پیش بینی است.